غلاطیان فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید، او را با اخلاص به راه راست آورید. اما خود را نگه دارید، مبادا شما نیز دست خوش وسوسه شوید. بارهای یک دیگر را بکشید و به این طریق حکم مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخصی بزرگ بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند، زیرا هر کس باید بار خود را ببرد. هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازد. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کشتزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید، من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصد آنان که شما را به سنت مجبور می کنند این است که خودسازی کنند، و مخصوصا آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنان که سنت شدند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما سنت شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی فخر کنند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح فخر کنم، که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. شدن یا نشدن سنت مهم نیست، بلکه فقط خلقت نو اهمیت دارد. به همه آنان که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا سلامتی و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهای مسیح را بر بدن خود دارم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.